سلام. باشه چیزو بده گوشم. سب کن را برسی؟ پاشو دیگه. بایسا دیگه، الان برای شیر و کیک میارم. همه شیر. مگه من بچه هم که همه شیر میبندیم به نافم؟ میبندیم به نافم یعنی چی؟ این حرف را از کجا یاد گرفتی؟ امتحاناتو چیکار کردی؟ بگو ایول، همه‌شو نوشتم. ده میگیری؟ ده؟ 20 میشم. بزن اون دست خشنگه رو به افتخار داشت پدرامه. دست ایول. آقا فقط 3 تا عددش مونده، بعدش تمومه. بجنبید، همین روزاست که این محتاج بیا جواهر رو برداره ببره به فنا بریم. آقا اینقدر ما رو نزن، این پسر عبوزش هست. بابا حلال زده هست. سلام جیگه. این دفعه هم جستی، مثل اینکه این پدرامه امتحانش خوب شده. حالا موندم از فردا با چه بهونه‌ای برم خونشون. آقا هرچی من میگم باز تو حرف خودتو میزنی. بابا برو تو تریپ خواستگاری غلام. خواستگاری چیه؟ آخرش به فنامون میدی، خرجی عروسی هم میندازی گردنمون. آقا من بعدا خدمتتون عرض میکنم، اجازه بدین. ببین غلام جون، به حرف من گوش کن، برو جلو نترس. حال شما؟ خسته نباشین، شرمنده مزاحمتون شدم. آقای اسقدی، میخواستم بپرسم شما ورقه پدرامو دیدین؟ نه حقیقتش یکم نگران بودم، چون این بچه این چند روز خیلی زحمت کشید. بله جدن؟ 20 گرفته؟ اشتباه نمی کنی؟ نه ممنونم، من خودم هم هنوز تو شوک موندم.
فکر نمی کردم اینقدر پیشرفت کرده باشه. ممنونم، خیلی لطف کردین. ببخشید مزاحم شدم. خدا نگهدار. پرستو، پرستو مامان بیا. بله مامان. پرستو یه زنگ به بابا بزن بگو وقتی داره میاد خونه سره را یه کادوی چیزی برای این پسر قاسمپور بگیره، مثل که پدرام جدی جدی بیس گرفته. شوخی میکنی ماما؟ مادر جون شوخیم چیه؟ به بابا بگو از آقا مجید یه از این خودنویسای مارک داره درست حسابی بگیره. خب آخه مگه میشه؟ چطوری؟ مادر جون دیگه به چرا و چطوریش کاری نداشته باش، برو زودتر زنگ به بابات بزن منم برم برای شام دعوتش کنم، باید ازش تشکر کنی. مگه حالا چیکار کرده؟ خواهش میکنم. بله دست شما در نکنه. یه شوخی بود. پدر مادر شهرستان زندگی میکنن؟ پدرم که فوت کردن، عمرشونو دادن به شما، اما مادر و خواهرم بله شهرستان زندگی میکنن. خدا رحمتشون کنه، خدا بیامرزتشون. معلومه جوان با غیرت و با جنمی هستی، ولی خب تنها زندگی کردن تو این شهر بیدر و پیکرم هم چه صلاح نیست. کلی دزد و کلاهبردار ریخته تو این شهر، همسایه به همسایه رحم نمیکنه. بله بله واقعا همینطوریه، پروانه جون درست میگه. به نظر من آدم هر چی میخواد باشه باشه، اما دزد نباشه. تو ماداگاسکارم که بودم همه جور خلافکاری بود، اما دزدا از همه تو سری خورتر بودن، مخصوصا آفتاب دزدای رزدی که از بدبختر از خودشون دزدی میکردن. من حرف شما رو قبول دارم، اما همه که از روی رذالت دزدی نمیکنن. البته نظر شما هر رزل پدر سوخته دزد نمیشه، ولی هر دزدی رزل و پدر سوخته است. این نظر منه. البته بعضی هم هستن که دزدی میکنن به زندان میافتن، بعد صابون زندان که به تنشون میخوره خود به خود درست میشن. کسی که یه بار، فقط یک بار مال دزدی زیر زبونش مزه کنه بازم دزدی میکنه، دست بردار نیست. همه که مثل جناب عالی خانواده دار نیستن. بله بله، به آدم دزد نمیشه اعتماد کرد، چه یک بار دزدی کرده باشه چه صد بار. من در ماداگاسکار که بودم آقای دکتر میشه دست از سر ما اون ماداگاسکار برداری؟ میترسم آخرش این حکومت ماداگاسکاری کار دستت بده ها. این آقای پروانه وقتی عصبانی میشه خوشتیپتر میشه. بفرمایی سر میزشم. بفرمایی. کجای جوانی که بیاز بخیر؟ نه جلوه جان، جوانی هم مالی نبودی. آقا جان چی کار میکنی بابا؟ دارم عکسامو ادیت میکنم فردا ببرم پیش یه عکاس معروف که پرستو به معرفی کرده. خوب کاری میکنی. آقا جون یه دقیقه این عکس رو ببینین، میبینین چقدر شبیه شماست؟ این؟ بله. چ...
چرت پرت چرا میگی بابا جان؟ کجا شبیه منه؟ خب آره، خب البته زیادم شبیه نیست. خانم رو که دیدم دیگه مطمئن شدم شما نیستین. توهم زدی بابا جان. بابا جان من میخوام یه نصیحتی بهت بکنم. البته ماشاءالله خودت عاقلی، همه چیز میفهمی، منتها این توصیه بارم به کار بگیر بد نیست. عکاسی و فیلم برداری بابا جان هم هنر خوبه، هم از یه بر فتنه برانگیزه، گاهی اصلا مصادیق جرمه. شما بهتره که از مقوله آدمیزات و موضوعات اطرافش پرهیز کنی آقا جان. همین کاری که میکنی خوبه، فلواقع همین سنگ و چوب و طبیعت چیچی بهش میگی بی جان. همینه آره دیگه، گاو و گوسفند اینجور چیزا عکس بگیر قربونت برم. چیکار با آدمیزات داری؟ از قدیم گفتن چرا عاقل کند کاری که بازرت پشیمانی. با اجازه. ولی آخه ماشینش هم که همونه. اتفاقا همین شبا شما بفرمایید بشینید. پوران داشتم میگفتم همین شبا میخوام بیام یه غذای ماداگاسکاری درست کنم که وقتی شیوار عزیزت میخوره انگشتاش هم همچین بلیسه. غذا فقط غذای ایرانی. بفرمایید. کوکو، کتلت، حتی فلافل. من از این نظر با آقای قاسمپور موافقم. بله. خوبی ماداگاسکار این بود که کسی اونجا غذا نمیپخت. یه سالون بسیار بزرگی داشت. مجبور میشدن با بیل غذا بکشن. دکتر حالمونه نگیر. بیل چیه؟ کفگیر. اتفاقا سربازی که بودیم. سربازی هم تا چی بردی؟ بله بله، من آموزشی عجب شیر بودم. عجب اونجا... عجب شیر؟ بله. آفرین. سربازی کارخونه آدمسازیه. آها. پس برای همینی که من آدم نشدم. نه جناب پروانه؟ دور از جون جناب عالی. اون ماداگاسکار از 10 سال سربازی هم برای شما مفیدتر بود. به نظر من اینکه کی غذا بپزه خیلی مهمتر از اینه که چی بپزه. بعضی وقتا همین مونا یه غذاهایی با گوجه و تخم مرغ درست میکنه که از قرمه سبزی خاله پریوش خیلی خوشمزه تره. بیچاره خواهرم. البته آقای قاسمپورم دستپخت خیلی خوبی دارن. جدا؟ تفننی یه چیزایی درست میکنم. خیلی خوبه که تفریح شما آشپزیه. الان کسی با آشپزی به عنوان تفریح هنر نگاه نمیکنه که. همه چیز شده فست فود و مکروفر. مکروفر. خب استاد بیشتر بله. نگفتید چطوری ریاضی کردید تو مخ این خارزاده یا نابغه ما؟ با توکل. ها؟ بله بله، این بچه ها بیشتر مشکلشون اینه که رقابت دارن سر اینکه کی زودتر برگشو بده، برای همین عجله میکنن. بعد میان بیرون میبینن که ای بابا چه سوالاتی که ما بلد بودیم اما جوابشو ندادیم، بی‌دقتی کردیم. من سعی کردم یه خورده اعتماد به نفسشو ببرم بالا و بهش بگم که به خدا توکل کن، اصلا مهم نیست که نتیجه چیه، مهم اینه که تو تمام تلاشت رو کرده باشی. به 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 به، پس شما روانشناس هم هستین. شرمنده میکنید. تفریحات دیگه شما چه آقای قاسمپور؟ من دارم روی یه سیستم امنیتی کار میکنم، البته هنوز توی مرحله طرحه. من معما حل کردن رو خیلی دوست دارم. کجا رفتی پترام جان؟ حاضرم دوست دارین درست کنی؟ اگه غافل گیر نشم. اینو بلد این حلش کنی؟ اه باز اینو آوردی؟ هیچ کس حالا نتونسته حلش کنه. تو ماداگاسکار یکی بود با سیم از این معماها زیاد درست میکرد، کارش هم خیلی درست بود. حالا اونو بذاریم بعد از شام، باید دو تیکه بشه. ببینم شام تو ماداگاسکار نبودی؟ برای اولین کار هم ناصر جون دست تدا دست گرمی بود بابا، تو به این میگی کار؟ برای استارت بعدا هم میشه خیلی کارهای دیگه کرد. بله آقا هوشنگ، اگه شما به من کمک کنی من حقم از این رفیق دزد نامردت بگیرم،
وقتی که میفهمم هنوزم مرد وجود داره. ببینم غیر دل و جگر و قلبه هیچ چیز دیگه ای بلد نیستی بخوری. ای بابا سرشو میزنن تهشو میزنن ما رو برمیداره میاد اینجا. از بچگی همیشه اینجا غذا خوردم با آقا جون جوادم اون بچه محلا. اون وقتا این آقا ناصر و داداشوش بچه بودن. آقا ناصر دست طلا یه پنج سیخ جگر دیگه همون سما بزن. به روی چشم موشنگ خان خواهکم بذارم؟ بگو یه دوتا خواهک بذاره غریبیمون رو فراموش کنیم. دوتا خواهکم واسه این نخورده بذار غریبیش رو فراموش کنیم. چشم همینه دیگه. چه کنیم؟ عشق ما هم فقط همین دل و جگر لون موندنه دیگه. آفرین. پس بچسب به همین دل و جگر و خواهکه. البته عشقای دیگه هم وجود داره که تریپ دپ واسه من بر نداری یا حالم از عشق و عاشقی و تنگ و غروب این حرفا خوب به هم میخوره. شما مردم اینا اختراع کردین که سر ما زنا رو کلا بذارین. کلفت مفت میخواین میرین دختر مردم رو بدبخت میکنین. همه مردو مرد جماعت و خدمتون گفتم. افتاد؟ آها از اون لحاظ افتاد. با عزت بازم ممنون به خاطر هدیت های خیلی ممنون خواهیم هستم محبت کرد. سلام سعید هنوز با هم قهری؟ میگم قهری؟ سعید جان چرا متوجه نیستی؟ اسماعیل منو دوست داره برام احترام قائله میبینی که همه جوره تأمینم. بابا تو این شهر درندش وقتی تو نیستی دست کم الان یکی رو دارم که اگه مشکل داشته باشم بتونم بهش زنگ بزنم. نباید میگفتی. تو کجا بودی که بهت بگم؟ هی جلو در همسایه علکی خالی میبندم که داداشم خارجه داره کار میکنه. نکنه توقع داشتی پای تلفن بهت میگفتم. چند بار بهت گفتم پاشو بیا گفتی نمیشه. گفتم بذار من بیام اونجا گفتی نمیخوام پات اینجور جاها باز شه. دیگه چی کار باید میکردم؟ گیرم چیکار کنم؟ بذار با اسماعیل حرف بزنم یه کاری برای تو حجره دست و پا کنه مشغول شی. تو که قبلنم باش کار کردی. فعلا نه ولی اگه میتونی بهش بگوی کم پول با بهره کم بهم قرض بده. پول برای چی؟ نکنه باز بدهی بالا آوردی؟ به اوناش کاری نداشته باش. فردا که دیدیش یه جوری حرف منو پیش بکش بگو یه ذره پول میخواد که کار کاسبیشو را بندازه. پس فردا خودم میرم حجره همه چی رو برام میشه. ببینیم و تعریف کنیم. راستی داشتم اومدم این پسره رو دیدم. چی کاره هست؟ کدوم پسره؟ همون که طبقه آخر میشینه. کارش رو نمیدونم
اما فامیلیش قاسم پوره. رابطهش با خانواده پروانه اینا چیه؟ الو سلام، بد نیستم. فردا فاز اول نقشه رو اجرا میکنیم. تو من تشویق کردی به عکاسی، گفتی میریم برای دوربین میخریم، تو عکاسی میکنی، من نقاشی میکشم، با هم نمایشگاه میذاریم. حالا تو نقاشی رو گذاشتی کنار؟ با کی داری لج میکنی؟ تو که اینقدر آدم سختی نبودی. کی گفته من نقاش رو گذاشتم کنار؟ من از بچگی با نقاش بزرگ شدم. اگر الانم نقاشی نمی کنم به خاطر بی‌حوصلگیه. احساس میکنم بهم توهین شده. عکسای سریا؟ آره، ببین خوب شده. میخوای چی کار کنی؟ تا که میخوای بشینی یه گوشه و بگی بهم توهین شده؟ خودم از اینی که هستم خسته شدم. بدبین، بی‌اعتماد. اما این چیزا که یه شبه فراموش نمیشه. چرا؟ میشه. فقط کافیه بخوای. چرا قیافتی با اینطوری شد؟ هیچی، چه جواهر قشنگی. آره، خیلی خوشگله. بیچاره سریا جون صبح تا غروب داره به چشمش سوزن میزنه. نباید یه جواهرم برای خودش بخره. البته خیلی خانم ماهیه، ولی از صبح تا غروبم کار نمیکنه. دیدی که سالی ماهی. یام برادرش دیدی؟ آره، قبل از اینکه شما بیاین بیشتر میدیدیمش. الان کم پیدا شده. خیلی ساکت و سربزیره. سربزیره که چه عرض کنم، ولی آدم ساکت و کم حرفیه. میخوام یه بار حرف بنازم و ساعت باشه انگلیسی صحبت کنم ببینم سریا راست میگه خارج کار میکنه یا نه. مگه تو فضولی؟ کنجکاوی عزیزم. آخه بهش میخوره همش از این کشور به اون کشور بره. ای بابا، به کی چی میخوره که به اون بخوره یا نخوره؟ اینو که گل گفتی. بیا. الو؟ الو، سلام، حجه آقای اسماعیل؟ بله، بفرمایید. من از طرف مهتاش خانم گوهرچی زنگ میزنم. بله، مهتاش خانم خوب هستن؟
خوبن، سلام دارم خدمتتون. عوض میخوام، آقای اسماعیل تشریف دارن؟ نه نیستم. پیغامی داشتیم؟ بله، بفرمایید فردا که میان اون جواهر رو با خودشون بیارن. مهتاج خانم پولشون حاضر شده، فردا میخوان بیان جواهر رو ببرن. باشه چشم. خدا نگهدار. خداحافظ. خیلی خوب شده، ممنونم. خوب عکاسی شده. خانم چه تعارفایی. عکاسی من کجا، عکاسی تو کجا؟ کسی خونه است؟ آره، سعید برادرمه، چند روزی از سفر برگشته، تو اتاق خودشه، مشغوله. به سلامتی. الان چه کشوری هستن؟ الان یالله. سلام. سلام عزیزم. اون زمین بیشتر از 80 میلیون نمیارزه، کار بریش باقه. یعنی چی میشه کار بریشو عوض کرد؟ خب اگه میشد که تا حالا عوضش کرده بودن. به هر حال من برای اون زمین بیشتر از 80 نمیدم. سلام آقا حسین. نه آشنا دارم، نه میتونم کار برش رو عوض کنم عزیزم. 80 تا بیشتر نمیتونم بدم. خواستی فردا بریم پا معامله. آره عزیزم، خداحافظ. معلوم هست از صبح کدوم گوری هستی؟ آقا در خدمت میم. اگه با اون پسر لنده اور غلطی نمیتونین بکنی، زودتر خبرشو به من بدین. نمیخوام هست و نیستم و به فنا بدین و بشیدم تماشا کنم که چه جوری به فنا میرم. آقا اگه نکنین هوو میارید سرمون. از کجا معلوم تا حالا نیاورده باشم؟ بچه میگم خوب شد این دخترت اومد. آن چطور مگه؟ آخه بلا تشبیه، این دختر ما این اواخر شده بود نکیر و منکر ما. هر شب که میرفتیم خونه انگار شب اول قبره، باید سوال جواب پس میدادیم. دختر یکی یه دونه عزیز دردونه بابا نگران میشه یه وقت بابای گلشو ندوزدن. ای آقا مگر اون دوز ناشی باشه بزنه به کامتون. بریم مصروبه که تخته هست، حداقل بریم یه چرتی بزنیم برادر. همه سفارش موناخانومو گرفتم، سویچ بدیم ببرم بذارم تو ماشین. نه لازم نیست، خودمون با پروانه جا به جاش میکنیم. راستی آقا یادم رفت، شما تشریف نداشتین، یه نفر از طرف مهتاج خانم زنگ زد گفت پولشون جور شده، فردا میان جواهر میبرن. الحمدلله. شنیدی آقا جان؟ فردا صبح جواهر وردا بیار، به حول قوه الهی بهش پس میدیم، از شرش راحت میشی. خدا از دهنت بشنوه. وای مرسیدم. یه چیزی بگم به کسی نمیگی؟ دیگه چی شده بگو. جواهر بود که یه شب آقای جلوه قرض کرده بود. خب بگی مرکی گرفته بود. من چه میدونم، از فضولی تو کار مردم خوشم نمیاد. حالا واسه کی گرفته بود؟ نه دیگه، بعد قول بدیم به کسی نمیگیم. من قولم ندم به کسی نمیگم. بگو سریا خانم. جدی؟ چی میگی دختر؟ از کجا میدونی؟ سلام بر خانه و اهلش. سلام بر مرد خانه، خسته نباشین. سلام بابا، خسته نباشین. چای میخوریم پرپرانی؟ تا نخوریم ندارم. چه عجب زود اومدی. پس پدرام کو؟ تو اتاقش داره درس میخونه. میگم کارای جلوم عجیب غریبه ها. یهو میگه پروانه کرکره رو بکش پایین میخوام بریم. میگم برای چی کجا؟ میگه دشت امروزمونو کردیم. بوی زیر سر بلند شدن میده این آقای جلوه، نه؟ من در امر خیر ازدواج کلن یه شعار و یه اعتقادی دارم، میگم آدم باید وقتی زن بگیره
که بچهش نگه ارواح خاک پدرم، بگه به جان بابام. منم دقیقاً همین نظر رو دارم. برای همین فکر میکنم سعید خیلی هم داره براش دیر میشه. طفلکی از بچه‌ای که سایه پدر بالا سرش نبوده، هیچ پشت و پناهی نداشته. اون عینک داده من تمیز کنم، چقدر کثیفه. چی کار باید براش بکنم؟ خب یه ذره حمایتش کن، پشت و پناهش باش. همین. نبودم، نکردم. آخه اون کار بود کرد، اون شب داشت منو خفه میکرد. راست میگی، بهت حق میدم، ولی باور کن منم تازگی ها فهمیدم چرا اینقدر این روز عصبیه. میدونی یه خورده دست و بالش تنگه، به منم چیزی بروز نمیده. میخواد ازت پول قرض کنه، روش نمیشه بهت بگه، منو واسطه کرده. بیا دست دار نکنم. چی بگم والا؟ بگو بیاد حجره، بلکم بتونم یه کاری برش بکنم. البته قول نمیدم. اسماعیل، میگم بیا یه کاری کن، کمک کنیم دیگه بر نگرده. یه کاری براش جور کنیم، اینجوری مشغول کار و زندگی بشه. ببین زن که باشه مرد بیشتر به کار میچسبه، اینجوری هرز نمیره. فلواقع اگر زن این همه محاسن داره، خب ما یه دونه دیگه برای خودمون بگیریم. ها شوخی کردم آقا جان، جواهر من، کجا دیگه من میتونم لنگه تو رو پیدا کنم؟ ایسی گفتیم ما. حالا که من خیلی جواهر شما هستم، اگه یه چیزی بگم نه نمیاری؟ نه انشالله، بگو. میگم فردا شب شام بریم بیرون، به خدا دلم پوستید لای این همه پارچه. انشالله اگر عمری باقی بود بریم دیگه. بگم فردا سعید بیاد حجره؟ بگو. آقا جون اینجا این؟ کجا باید باشم؟ سر قبر بابام؟ خب اینجا هم دیگه زهلی ما رو بردی. تمام مجتمع رو زیر و رو کردم دنبالتون، دیدم با آقای پروانه اومدین و هرچی سب کردم نایمدین بالا. من یک ساعت پیش رسیدم، تو یه ساعت دنبال من داری میچرخی؟ ماشاءالله به یه هوش. نه رفته بودم از آقای پروانه سراغ شما رو بگیرم، پرسو کارم داشت، نشستیم به حرف طول کشید. کجا بودین حالا؟ خبر مرگم انباری بودم. میخوایی بگم چرا رفتم اونجا؟ به چه نیتی؟ کی رفتم؟ کی اومدم؟ بگم؟ نه بگم دیگه. نه آقا جون، نه بخواه بگم. من که دیگه حرفای هیچ کدوم از این جماعت رو باورم نمیشه. تو که با این هوشنگه خوب قاطی شدی. برو بابا، من بعد اون ماجرایی که برام پیش اومد دیگه به هیچ مردی اطمینان ندارم. بیچاره مامان چی کشید؟ مردی که عوضی تمام زندگی آیندم رو ضایع کرد. نه این زندگی آیندم رو ضایع کرد و جالب گفتی همین. واسه خود بدبخت تو انقدر نقشه ها داشتم، انقدر فکرها کرده بودم، بعد یه روز صبح بلند شدم دیدم آقا نیست، همین رفته بود. خدا بگذر ازش. بگذرم؟ ببین یعنی آرزومه یه روز ببینم مرتیکه رو دارن رو تخته میشورن رو تخته. حالا این یارو، این جوجه یه روزه غلامم واسه من آدم شده، به خیال خودش میخواد منو بپیچونه. نمیدونه که ژیلا قراره تا آخر عمرش از هیچ مردی دیگه نارو نخوره. حالا مطمئنی نارو زده؟ نارو قدیمیه که به حسابش هیچ، ولی الان هم داره نارو میزنه. ببین این پسر هوشنگ هم همچین بچه مثبتی نیست. خب دو تا آدم خلاف هم که کنار هم قرار میگیرن، یادت باشه اینا همیشه یه برنامه نقشه یه چیزی دارن. نه بابا، نقشه؟ بله نقشه. یه نگاه به سر تا پای این ساختمون بنداز ببین چی میبینی.
بذار ببینم چی میبینم. این جوجه غلام رضا مال این حرفا نیست، جاش توی همچین ساختمونی نیستش. چه مرگته؟ برام سواله، وقتی که آدم ها عاشق میشن چه شکلی میشن؟ نمیدونم، خدا رو شکر هر درد و مرضی که داشتم به این یکی مبتلا نشدم. یه بار توی بچگیام لاکردار عشق و بد تجربه کردم، مثل فلفل ریشم آتیش زد، گور گرفتم آقا، گزیده شدم. حالا نمیخواد خاطره ای رو که 10,000 بار برام تعریف کردی دوباره بگی؟ آی 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 آقا عباسی، اگه آقا جون جوادم میذاشت. آقا جون جواد تو اگه شعور داشت که تو الان اینجا نبودی. اگه تو پسر من بودی میزدم تو سرت که درس بخونی، یا دکتر میشدی یا مهندس، سر پیری میشدی عصای دست من. حالا گذشته از اینا، اگه نگاه یکی دل تو بلرزونه یعنی عاشق شدی؟ مزخرف نگو، به جای این حرفا یه چیزی بخون خوابمون ببره. آقا درگیر همین محبتات هم که پابندت شدن. چشم آقا چشم. دلم از این شب یلدا گرفته، دلم از این دو رنگی ها گرفت، دلم از این شب آقا جان جواهر که انشالله یادت نرفته بیاری ها؟ نه بابا چی یادم بره؟ دکترم گفتم بیاد. دکتر برای چی؟ برای اینکه بیاد حضور داشته باشه فردا نگه چند خواست. دست نزن دست، با اون چی کار داری؟ به سر چش میخوام بذارم تو کمد. نه جلوی چشم باشه بهتر. مای چیه توش؟ امانت مردمه. امانته؟ ترسم عباسی کسی آورده باشه، حسابی باید مواظب باشی. خب آورده باشه غلام، فکر کنم از روزی که با من گشتی اسیدی به خود گلاب زدن،
بابا عباسی از منو تو آتو داره. اگه یه نفر بیاره گاف صندوقو باز کنه حسابی میگزتون ما رو میندازه گوشه سگ دونی جزغالشین. دیروز این مالکی اومده بود پیشم، بعد مینالید از اوضاع بازار، میگفت همه میوهاش رو دستش مونده از بس میوه وارداتی اومد. بعدشم بازار همینه وره داره من، اینا تاجر نیستن، بو نکشیده افتادن تو تله. خب کاپیتان جان در خدمت این برادر. راستش آقا جان رو دربایستی نکن، این آقای عباسی از رفقاست. بگو قربونت برم، رو دربایستی نکن، بگو. راستش برای این پسرم که خارجه، مدام خدمتتون اگه میشه یکم پول قرض بگیرم. والا راستش شنیدی که وضع بازار، ولی آخه تورم نمیتونیم چی بکنیم. عباسی جان تو چیزی تای حسابت هست بابا؟ چقدر میخواد؟ بیسی تا هرچی شد. اگر که داری ممنون میشم، این بند خودم همسایه است، من خودم تضمینش میکنم. خیلی ممنون نایید نجیم. معید باشید. فقط باز بیای دفتر. باشه، کی بیام؟ هر وقت عشقت کشید. میکایل بابا این پروانه رو صدا میکنی؟ آقای پروانه بیا ببین آقای چیکارت داره. اینو که من خودم هم بلد بودم که. بله جناب شرف. آقا جان دری چرا قفل میکنی؟ جواهر مردم اونجاست. مگه جواهر تو حجره است؟ انشالله امروز این خانم میاد امانتشی میبره، خیال تو هم راحت میشه. من خدمت کاپیتان عرض کردم که تو حسابم چیزی نیست، درسته؟ تقریبا. فنا رفتیم کدوم گوری هستی؟ بل کنون چه کارو، زود بیا، پنج دقیقه که تو دفتر. یا سریا گفت بیام حجره، کارم داریم. بلواقع همشیری شما رو مطلع نکردن که اینجا کسی از ماجرا خبر نداره؟ نمیدونستم. ببخشید چرا ترش میکنین؟ فقط پرسیدم. تشریف بیاره. آقا جان اینجا چقدر پول نقد داریم؟ سلام عرض شد. بابا سلام علیکم جناب سعادت، حال جناب علی خوبه؟ شما خوبین؟ خدمت شما عرض کنم 10,753,125 تومان. خوبه، 9,000,000ش زحمت بکش بده به آقا سعادت. آقا جان بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون. خدمت شما. ممنون. اینم خدمت شما. اینم خدمت شما. اجازتمون ببخشید. سوختم. چی شده پروانه؟ چرا خود رو ریخت کردی؟ بابا سوختم. سوختم. ایشون همیشه با کیف میرن دستشویی؟